خب این زمینه من خواهم استفاده کنم خود چیز رو دیگه خود بهش تو خیلی داره این است که شما ممکن این مشکی از شاید خرمن باشه از نظر وضعی که تو ایران پیش شما چه خاطره دارید از اینکه اولی باری که راجب این شنیدید دست بقیه در روزنامه و رادیو بود بله کاملا پس از کجا یک همچین فکری افتضا به ساتین پیش اومد خود علازت فکر کردن این مشاهده دیگه حتما دیگه من اون کی با کی مشاهد کرده بودن ولی کنار دیگه از خودشون چیز شد شما هیچ اطلاع قبلی از این مسئله نداشته؟ نه پیشتر این برنامه ها این اصول انقلاب وقتی فکرش مطرح میشه تازه اون دستور میدادن که بشینین اجراش رو چیز بکنیم تازه تهیه متنش و قانونش این حرفا بعدن به بعدن من خوب یادم یه جلسه بودش که در حضور علازت داشتیم که من جو مسائل کلی مطرح بود و شورای اقتصاد مثل که موقعی که جلسه تموم شد در اون جلسه علازت فرمودن که من تصمیم گرفتم که دو اصل دیگه به انقلاب اضافه بکنم شمارش نام اصل 17 هم بود اصل 18 هم بود چی بود یکیش این بودش که بایستی تامین اجتماعی به همه مردم تسلی پیدا بکنه یعنی حتی کشاورزان هم شامل بشه تامین به حساب تامین اجتماعی بود یک دیگه‌ش هم راجع به بهداشتی بود چی بود راجع به سوشال سکیوریتی بود بیمه اجتماعی بود که از نظر درمانی مثل این که یه گسترش پیدا بشه دقیقا خاطرم نیست دو تا اصل بود که گفتن از در جلسه شورای اقتصاد که اومدیم بیرون یکی از من گفت فرایسیشون گفت فردا فرمودن برید اونجا شرفیاب بشه من رفتم به عرضه اتاق فردا ایستاده بودن و به من فرمودن که شما بیام الان اعلام بکنید که این دو اصل به انقلاب اضافه شده و توضیحات چند بدید که من اومدم بیرون دم در کاخ نیاورون با مخبرین و یعنفا بسید بودن با من مصاحبه کردن چون رو میدونستن که من نگه داشتن در لابد عوامل جدید دادن برشون توضیح دادم که این دو اصل به انقلاب اضافه شد که یکی اصل چیز هست و تعمیم بازنشستگی به همه و دوم میشم در زمینه یه بسید بیمه اجتماعی تعمیم اجتماعی یه چیز جدیدی به حساب بهره‌گیری جدیدی یه کمک اجتماعی بیشتری کمک ها و سیستم به حساب حمایتی کامل تری برقرار بشه به هر صورت این مسئله بازنشستگی سیستم بازنشستگی عمومی خب خیلی جا خیلی میباید یه حساب اکچوالیل خیلی دقیق میشد این ولی خب تصمیمش گرفت من فرمودم منم اعلام کردم من خب یه خوب یادمه برای که روزنامه چی بنویسه از همونجا تلفن شد به آقای پروفسور ارشوان چیز پویان وزیر بهداری پویان پاشد ساعت مثلا هشتانی بود اومد خونه من که دوتایی نشستیم تکست رو تهیه کردیم که چی بدیم دست روزنامه و تکست رسمی چی باشه یعنی میخوام بگم یه همچین مسئله با این سرعت چیز شد که میگم خود من چیزش بودم دیگه در متنش بودم و عاملش بودم این تصمیمات این موقع با عجله گرفتیم شما اینکه علازت یه دید کاملی داشتن نسبت به آینده دلشون میخواستیم به هر قیمتی شده به هر سرعت شده این عملی بشه این عجله کردن در این تغییرات و این برنامه ها این مدل خب اثرات نامطلوب داشت دیگه این برگردیم به همین تغییر گسترش شماره که به سنتی مسلم به عنوان وزیر کار برای خود شما جالب بود بوده ببینیم که این فکر از کجا آمده چه جوری بوده و چه جور میتونین اقلا هدایتش دارین به اون طرفی که عملی هست و قابل اجرا هست خب چیز بیشتر از من وارد بود هوشنگ انصاری بیشتر از من وارد بود به این جهت جلسات هم بیشتر در یعنی تمام جلسات در دفتر هوشنگ انصاری تشکیل می شود و اونجا قاسم آقا می اومدن نمیدونم چیزایی بوتا باز در صنایع طاهر زیایی قاسم لاجوردی از خودم
برشد این مسئولین رساب اتاق بازرگانی صنایع میمدن و با اونا بحث میشد. ولی اصل فکر چه شد؟ نه میگم یه موردش من براتون، دو تا از انقلاب رو خود من اعلام کردم از تو جلسه که اومدیم بیرون، من اعلام کردم بعدش نشستم مثلا تکست رو تایید کنیم که چی بگیم به مردم، بعدن هم قانونش رو بشینیم تایید کنیم. اینا متأسفانه خود با عجله این کار انجام میشد. تو چه امکانی بود که اینجور موارد تقاضای تجدید نظر باشه یا تقاضا باشه که عقبش بندازن یا فراموشش کنن؟ بعید میدیدم، برای اینکه میگم اینا علاوه بر چیز میکردن با کی مشورت میکردن، کی میدارن اون من نمیدونم. شما از آقای ویدان؟ نه من میگم دو موردش، یه موردش که براتون گفتم که اون بود، یه مورد دیگه شدن همون آخرین جلسه شورای اقتصاد بود که من به عنوان وزیر دولت اویدا شرکت میکردم، بحث در این پیش اومد که زمین های چیز رو اطراف شهر رو بعد چیز کرد، بعد از مالک ملیش کرد که دیگه این جوره اسپیکولیشن و زمین بازی گرفته بشه که بعد هم یه اصلی انقلاب بزرش بود، یه آخرین چیزی بودش، یه اصولی بودش که زمان حکومت آموزگار به تصویر رسیده بود، میتونی دوتا اصلی جلوگیری از چیز بود، یکی جلوگیری از معاملات زمین بود، این ملی شدن زمین های بایر یا نساختی خالصه، یکم مال آپارتمان ها بودش که آپارتمان هایی که خالی بایستی چیز داده بشه شهرداری ها بگیرن اجاره بدن برای اینکه اجاره خانه بیفته پایین. اسم عنوان این دوتا اصل یادم نیست چی بوده، این دوتا بودش که در جلسه های اخیر مطرح شد که من خوب یادمه در اون جلسه من گفتم که اراضی رو مشکل چیز استش مسئله شد نباشه، برای اینکه ادی زیادی از مردم صرفه‌جویشون توی زمینه هست، یارو کارمند دولت فلان پیرزن نمیدونم بهش چیز رسیده، این یه زمین 500 متری خریده، یه زمین 1000 متری خریده خارج از محدوده شهر ممکنه باشه و این صرفه‌جویشه، یعنی الان ملی بشه یه دفعه ادی زیادی یه چیزشون از دست میدن پسندازشون رو، چون بنکه یه دی حالا مصادره بود یا قرار بود پولشون بدن، قرار شده بود که حتی اشتباه نکنم جلوی معاملاتش گرفته بشه و حتی مثل اینکه ملی بشه یه هم چیزی بودش، البته گفتن تا یه حدی بعدن داخلی چیزی رو قرار شد مثل تا 500 متر پولش بهشون داده بشه بر اساس قیمت مثلا فارجی تاریخ معینی اضافه برمون نمیدونم چیزی بشه جلوی درست بس مطال کردن من داری درست خاطر هم میتونی اون چی مسلمه ایست که منجمد شد به حساب فریز کردن چیز رو از اراضی خارج از محدوده شهر رو و که قابل فروش این حرفش، برای اینکه جلوی گسترش شهر تهران گرفته بشه و اینکه جلوی اسپیکولیشن گرفته بشه از این قبیل چیزا. اصل دوم هم این بودش که هر کسی آپارتمان خالی داره اگر ظرف مثلا 6 ماه خالی بمونه نتونه اجاره بده، شهرداری میتونه بره این خونه رو اجاره بده و به قیمت عادلی به حساب طرف اجارهش بریزه، که من برازم هر دو خیلی با اون دستگاه اداری شهرداری که من میشناختم اون دومیش خیلی چیز مشکل بود که درست عمل بشه. اولیش هم به نظر من این بودش که نظر این بودش که حداقل از یه مقداری بالاتر رو این کار بکنیم که اون ادهی که سبسید دارن پس انداز بشون در زمینه احساس خطر نکنن. خب علازه خوش رو نایمد و به من گفتن که اگر من قرار بودش که به حرف شما محافظ کارا گوش بدن الان خدا هم پس رو اندکه بود، این مطلب بودش که فهم بودن، این میخوام این اصولا خوششون نمی اومد که این فکر اصلی که دارن و این برنامه هایی که دارن روش چیز بشه. برای خب البته در خیلی مسائل دیگه فلکسیبیلیتی لازم رو داشتن، ولی رو بعضی مسائل که برشون جنبه خیلی اساسی داشت این چیز قبول نداشتن که در اصلش کسی بحث بکنه و تردید بکنه. حالا چجوری این فکر رو پیدا میکردن که کی براشون کار کرد، هم مسئله تشکیل حزب رستاخیز
از کجا یه دفعه همچه فکر بیشه من کی این یه واقعا برمان سوالیه. یکی از چون این انفجار ایران، این انقلاب ایران به نظر من علل و موجباتش خیلی متعددی، یکی نیست. شاید یه روزی من احساسم خودم همینجور تمرین نوشتم 40 تا شد اون که به نظر من میرسید. یکی از ضرارات عمدهش چون به چند علت اساسی که میشه ذکر کرد، یکی شبیه واسطه چیز بود دیگه عرازت رو دنبال تارگت حمله مخالفین قرار داد دیگه. در حالی که قبلش هر حزبی مسئولی داشت، یه روزم می‌خواستن چون هم رئیسه میرفت کنار، یه نمیدونم سقوط میکرد به سیستم مملکت چیز نمیکرد، یعنی یه فرصتی میداد یه نوع تغییر و الترنانسی وجود داشته باشه. اما حزب رستاخیز شد یه حزب واحد در رست مرز در اکسپوز کردن خودشون رو در زمین سیاسی که نمی باید پاچه هم هم میکرد میکرد این کار رو. در این گروه که روی این نوار بود و بعد با توجه محدودی درخت رو وقت میشنه و که بشه راجع به شرایط عواملی که باعث شد خداداد از سازمان برنامه بره و شما شما رئیس سازمان برنامه منصوب بشین در صحبت میکنی که شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی نه اون دفعه اولی که خود از سازمان برنامه رفت یه فکری مسائل اصولی رو به نظرم مطرح کرد که من همیشه به خودم گفتم خیلی الان میبینم که چقدر حرفش درست بود و چقدر این مقاومتی کرد. دفعه اول یعنی بله نه من دفعه اولی که خود سازمان برنامه رفت حدود ما خرداد 41 بود، همون اواخر حکومت امینی بود که میگم به علت برخوردی که بین دولت و سازمان برنامه در موقع پیش اومد خرداد رفت از سازمان برنامه و در دو ماه هم خود چیز رفت که دکتر امینی رفت. نه اون موقع به نظر من یه حرف اصولی میزد، حرف صحیحی میزد خرداد که میگفتش که ما بایستی یک بس بودجه مملکت با بودجه با برنامه عمرانی تلفیق بشه و تصمیم گیری در زمینه برنامه های دولت، در زمینه مخارج دولت، در زمینه اجرای برنامه عمرانی و غیره و برنامه های عمومی مملکت در یه جا تصمیم گیری بشه، در یه جا به اسم allocation of resources یا تخصیص منابع اعتباری در یه جا صورت بگیره که اولویت ها درست رعایت بشه و بهترین بهره برداری بشه از منابع موجود و مالی دولت. یکی این بود. دوم مسئله این رو مطرح میکرد که بایستی دولت جوابگو باشه و وزارتخونه ها جوابگو باشن، یعنی مسئولیت قبول بکنن وقتی یه برنامه رو میارن پیشنهاد میکنن اجرا تو برنامه گذاشته میشه، اگر درست اجرا نشه نتیجه بد بده غلط اجرا بشه یکی شما جوابگو باشه چرا اینجور شد، یا اگر یه اعتبار یه جای مصرف میشه این اعتبار هدر میده یا حیف و میل میشه یا نمیدونم بد استفاده ازش میشه، این باید یکی مسئولش باشه جوابگو باشه، حالا چه این سیویل باشه چه نظامی باشه چه صنعت باشه چه کشاورزی باشه، که این مسئله یه به حساب انسربل بودن به حساب به یه چیزی جوابگو بودن به یه دستگاهی این رو مطرح میکرد که میگفت سازمان برنامه باید این قدرت داشته باشه که وقتی اعتبار میده وقتی دستگاه اجرا نکرد اول بتونه گزارش ازش بگیره و بعد اگه بعد اجرا کرد بگه آقا تو بعد اجرا کردی، در جمعه یعنی یک به حساب قدرت قضاوت به سازمان برنامه داده بشه و این قدرت قضاوت موجب بشه که سال به سال بودجه بهتر بشه، برنامه بهتر بشه، تنظیم برنامه بهتر بشه و استراتژی ها و تصمیمات کلی برنامه ریزی با توجه به این گزارشگیری ها و ارزشیابی ها باشه. این خیلی حرفش درست بود، یعنی بود بس ارزشیابی کرد کاری که مرد میکنم و کسی که درست داشت انجام نازه بایستی بیاد مسئول باشه جوابگو باشه. خب
اما دفعه دومی که خرداد رفت بعد از جلسه‌ای بودش که در تخت جمشید برگزار شد برای برنامه پنجم، که در اونجا یه مقدار زیادی نظرات سازمان برنامه مورد تایید قرار نگرفت، یعنی یه مقدارش عرضا قبول نکردن و دولت هم بیشتر طرف طبعاً نظرات عرضا بود که با نظرات سازمان برنامه اختلافی داشت. البته جلسه از سازمان برنامه جلسه بودش که مسائل اصلی روش تصمیم گرفته نشد و حل نشد و جلسه تماشا کردن خب فعلا همینجور بدیم جلو تا ببینیم چی میشه، چون تعبیرات خیلی عظیمی در پیشه. اون موقع نظر اون به حساب چیز اولیه نفت، اون شوک اول نفت رو پیش بینی میکردن، میدیدن ولی ماها نمیدیدیم، خودت هم نمیدید. به این جهت برنامه بر اساس اون فرضیاتی بودش که خداداد و دیگرون روش چیز کرده بودن، برنامه رو ریخته بودن در حالی که علاوه لیست دیگر میدید و برنامهش خیلی وسیع‌تر و خیلی جاه‌طلبانه‌تر از اون چیزی که اینا می‌دیدن. در نتیجه تصمیمات و اظهار نظر علاوه بر اساس اون فرضیات بود، سازمان برنامه بر اساس چیزای اطلاعاتی که داشت، فرضیات محدودی که در اختیار داشت، اونا رو اساس قرار میده. لذا نمیتونست یه نوع تفاهم و به حساب اتفاق نظری وجود داشته باشه. به این جلسه خوب تموم نشد، در حالت یه حالت نیمبندی در واقع تموم شد. اما مسئله اصلی به نظر من اون نبود که خرداد رفت، بلکه خب این مسئله بود که دائما ما باش درگیر بودیم. برنامه ریزی و به معنای واقعی کلمه در ایران نوز نگیره و شکل نگیره و محترم شمارده نشد، یه چیز جالبی نبود. خرداد در اون موقعی که اصلا چیز شد رفت، پوزیسیونش بیشتر این بودش که شخصا یه حساب موقعیت بهتری پیدا بکنه، به عنوان وزیر وارد کابینه بشه و هویدا گفته بود که رئیس سازمان برنامه باید بشه معاون نخست وزیر و به عنوان معاون نخست وزیر این کارا رو بکنه، چون نخست وزیری که مسئولیت سازمان برنامه رو داره. اون موقع وزیر مشاور نبود؟ نه. بله، اون موقع مدیر عامل سازمان برنامه بود که بعدا در اون شکل جدیدی که میخواستن که سازمان برنامه رو انتگریت بکنن و داخل دولت بکنن، میبایست که سمتی بهش میدادن. که مسئله سومی که خرداد خیلی باش مخالف بود در این قسمت، یه دلیل دیگر رفتنش این بود، وزارت دارایی که آقای جمشید آموزگار وزیرش بود ایستاده بود که امور مالی باید از سازمان برنامه جدا بشه، یعنی همونطور که بودجه همش رفته به سازمان برنامه، حالا باید تمام پرداخت‌ها بیاد به وزارت دارایی. در نتیجه زیرحسابی سازمان برنامه باید از سازمان برنامه جدا بشن، برن در وزارت دارایی و دستگاه پرداخت یعنی تریجری تمامش در جمعش در وزارت دارایی و وامگیری و چیزایی به اعتبارات خارجی هم گرفته میشه، بایستی وزارت دارایی نگوشیت بکنه و مذاکره بکنه و وزارت دارایی باشه که به حساب ادارش بکنه و چیز بکنه. این هم مورد تایید خرداد نبود، اینکه خرداد خودش این کار خیلی تخصص داشته، وارد شده بود به عنوان رئیس سابق بانک مرکزی، این کارا رو خیلی بهتر میگفت، من میتونم چیز بکنم و سازمان برنامه در زمینه تماس با خارجی ها تجربه بیشتری داره. سازمان برنامه بایستی به حساب دستگاه وام گیرنده و اعتبار گیرنده از خارج و مذاکره کننده با خارج سازمان برنامه شده، وزارت دارایی هم چیزی نداره. که روی این سه زمینه خرداد رفت، استفاده داد و رفت. البته بعدش که من سبقت من اکراه داشتم برم، من که من تو وزارت کار خودم رو موفق می دیدم و کارش یواش یواش دوست داشتم، دارم می خواست وزارت کاری کارهای دیگری بکنم که فرصتش پیدا نکردم، خیلی دارم می خواست از سازمان برنامه در وزارت کار بمونم. ولی خب وقت خیلی هم به خرداد التماس کردم که آقا نرو از سازمان برنامه، این تو بدی میان سبق من و من نمیخوام بیام سازمان برنامه، چون میدونم سازمان برنامه جای خوبی نیست برای کسی که بخواد یه کریری داشته باشه و یه ادامه وضعی داشته باشه از نظر سیاسی. ولی خب خرداد گوش نداد و روی نظر خودش ایستاد و رفت و بعد من رفتم سر جاش. شما سر کوچیک کردن سازمان برنامه بود، یعنی
کوچیک کردنش منظور همین انتقال امور مالی به وزارت یه مقدارش بود، یه مقدار خب کارمندای قدیمی داشت، کارمندای جدید داشتش که رو میگفتن عملا کار نمیکردن که اونم بود کوچیک، میخواستن سازمان برنامه به عنوان یه چیز کوچیک بشه دیگه، به عنوان یک سازمان تشکیلات دولتی جمع جو بشه و اونقدر چیز نباشه که البته من رفتم اونجا توی تعداد 140 نفر رو بازنشسته کردم که حقوق میگفتن و عملا پسرکار نمی اومدن، ولی عملا سازمان برنامه قوی تر شد. سازمان برنامه موقعی که من از سازمان برنامه در بالاترین نقطه قدرت بین زمان احتیاج هم قوی تر شده بود، به علت اینکه احتیاج بوده. من نمیخوام بگم که من موجب شدم که یه همچه قدرتی پیدا کنه، احتیاج بود، یعنی همینطور درآمد نفت زیاد شده و اعتبارات بیشتر و همه هم اینا رو به تقسیم شده به سازمان برنامه میکرد، لذا مرکز تقسیم گیری شده بود، مرکز کنترل شده بود، در چون نظارت بر این چیز کارها و کنترل کردنی که این ارزشیابی کردن این که اعتبارات درست مصرف میشه کجا مصرف میشه قدرت فوق العاده به سازمان برنامه داده. اینجور که آقای مهدی سمیعی تعریف میکردن میگفتن بعد از جنگ جلسه تخت جمشید از نظر نظر خیلی منفی و بدی نسبت به سازمان برنامه از بالا تا پایین در اون جلسه پیدا کرده بودن. من همیشه داشتم همیشه نسبت به سازمان برنامه وجود داشت، در تمام مدتی که من بودم این واهمه وجود داشت که سازمان برنامه همه کمونیستن و هر چی که ارزش میگن قبول نمیکنن، هر جور که خراب میشه تقصیر که میزنن گردن ارزش داد. این بود. ولی اون جلسه چیز خاصی بود که این نه طبعا این به حساب برخورد عقاید، برخورد نظریات، این کانفرانتیشنی که وجود داشت همیشه تو تمام جلسات سازمان برنامه بود، در بعضی جلسات کمتر و بعضی جلسات بیشتر، ولی در تخت جمشید میگم جلسه به علت اصلیش به نظر من این نبودش که یه نوع شک و تردیدی نسبت به سازمان برنامه وجود داشت، علتش این بودش که علاوه بر چیزی که میدیدن اون موقع، یعنی بار رفتن درآمد نفت 4 برابر شدن قیمت نفت این حرفا رو میدیدن اون موقع، یعنی احساسی که داشت در سازمان برنامه نداشت. توجه میکنید ازا ایشون تصمیماتشون رو، نظراتشون رو، چیزایی که برنامه‌ای که پیش بینی کردن بر اساس اون بود، چیز بود، اون درآمد افزایش یافته بود، در حالی که سازمان برنامه اون چه اعتراضی داشت چیزی بود در گذشته بوده و پیش بینی که میتونه بر اون اساس در آینده بکنه، لذا اصولا پایه دید و قضاوت فرق داشت، برخورد بیشتر مون علت بود، ولی اون شک و تردید نسبت به سازمان برنامه همیشه وجود داشت. این سالهای آخر که من بودم سازمان برنامه خیلی بدتر شده بود، برای اینکه خب طبعا به علت بحث‌های سیاسی و تحولی که جامعه پیدا کرده بود و آدمایی که از خارج اومده بودن و انتظاراتی که جوان ها داشتن این حرفا، طبعا دلشون میخواست خیلی با شهامت بیشتری اظهار نظر بکنن و اونم طبعا این مقداری ما رو در یه موقعیت مشکلی میذاشت در مقابل هر دسته. تو مرزتون جلسه امروز رو مرسی، خیلی ممنون.